بینندگان و شنوندگان فهیم آوای ایران درود بر شما با دو موضوع تحلیلی مهم در این ساعت و این بسته خبری در خدمت شما سروران گرانقدر هستید هشدار جنگی در لبنان ساعات جهنمی میانه آغاز شد قمار پول با جان کارگران در سختترین شغل دنیا یاران مهربان اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید لطفاً با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش ما باشید. هشدار جنگی در لبنان ساعات جهنمی خاور میانه آغاز شد. خبرگزاری رویترز روز 23 سپتامبر برابر با دوم مهرماه گزارش داد مقامات اسرائیل از شهروندان ساکن مناطق جنوبی لبنان خواستند فوری از مراکز نظامی الله امبارهای مهمات و سایتهای مرتبط با آنها دور شوند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی مشابه که به زبان عربی صادر شد اعلام کرد که شهروندان لبنانی هر چه سریعتر مناطق نزدیک به پایگاه های حزب الله را تخلیه کنند. هاگاری عنوان کرد حزب الله طی سالها تسلیحات از جمله موشک های کروز را در خانه ها و ساختمان ها در سراسر جنوب لبنان مخفی کرده است و ساکنان خواست تا از این مکان ها دوری کنند. وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان نیز از دریافت یک فایل صوتی خبر داد که در آن از او خواسته شده به سرعت دفتر خود را تخلیه کند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل نیز در پیامی اعلام کرد نصرالله مردم لبنان را به گروگان گرفته و در خانه ها و روستاهای آنها موشک و سلاح قرار داده تا غیر نظامیان اسرائیل را تهدید کند. این یک جنایت جنگی آشکار است. ما این واقعیت را نخواهیم پذیرفت و با تمام قوا برای تغییر آن اقدام خواهیم کرد وی ادامه داد مردم لبنان باید هر خانه ای را که به پایگاه حزب الله تبدیل شده تخلیه کنند تا آسیبی نبینند تا زمانی که تهدید علیه شهروندان اسرائیل برطرف نشود و ساکنان شمال با امنیت به خانه های خود بازگردند آرام نخواهیم نشست CNN گزارش داد در 48 ساعت گذشته شدیدترین تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله در یک سال گذشته پس از آغاز جنگ در غزه روی داده است جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل روز دوشنبه دوم مهر به جنوب و شرق لبنان حمله کردند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگنده های اسرائیلی در مدت نیم ساعت در بیش از 80 حمله مناطقی را در جنوب هدف قرار داده و همزمان حملات شدیدی را متوجه شرق لبنان کردند. گزارشگران خبرگزاری فرانسه شنیده شدن صدای حملات سنگین در جنوب و شرق لبنان را تایید کردند. شهروندان لبنانی روز دوشنبه از دریافت پیامک های هشدار خبر دادند مبنی بر اینکه باید از هر جا و هر چه مربوط به حزب الله است دور شوند و از دهکده هایی که انبارهای تسلیحاتی حزب الله وجود دارد تا اطلاع بعدی بیرون بروند همزمان جمهوری اسلامی از طریق منابع دیپلماتیک به اسرائیل اطلاع داده که قصد ورود به جنگ را ندارد و حزب الله خودش پاسخ اسرائیل را خواهد داد حمله های مداوم اسرائیل کار را برای جمهوری اسلامی در پیگیری سیاست سکوت و عقب نشینی دشوارتر کرده است. اعتراف های برخی از مقام ها و شهرهای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی نشان می دهد که پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران اسرائیل عملیاتی دیگر را علیه مقام های نظامی و منافع جمهوری اسلامی در خاک ایران و لبنان انجام داده است. این در حالی است که روز گذشته حمید رضا مقصودی عضو سپاه پاسداران معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم نیز با انتشار مطلبی در شبکه ایکس از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح ایران پرسیده بود آیا امکان ندارد آیپد همراه خلبان به یک نارنجک سایبری متصل شده باشد یا تلفن همراه یکی از مدیران که متاسفانه عموماً هم آیفون هستند تا بدین ترتیب به گمان زنی های پیشین درباره احتمال دست داشتن اسرائیل در ماجرای سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی قوت بخشد مقام های جمهوری اسلامی تا کنون درباره کشته یا مجروح شدن اعضای سپاه پاسداران بر اثر انفجار بیسیم ها و پیجر های اعضای حزب الله در لبنان خبری منتشر نکردند و رسانه های وابسته به سپاه نیز برخی از اخبار منتشر شده در این باره را تکذیب کردند سیاستی که علت آن را میتوان در افشاگری های یک کارشناس صدا و سیما و مجری برنامه تلویزیونی مؤسسه اوج وابسته به سپاه پاسداران جستجو کرد. کسایی که میتوان بیان کننده این حقیقت باشد که رهبر جمهوری اسلامی با آگاهی از توانایی محدود نظامی ایران در مقابل اسرائیل و متحدانش هر بار تلاش می کند تا مانع شکل گرفتن جنگی مستقیم میان ایران و اسرائیل شود اما از طرف دیگر دولت نتانیاهو نیز دائما با انجام عملیات موفق ادامه سیاست عقب نشینی و سکوت را برای خامنه ای دشوارتر می کند. قمار پول با جان کارگران در سختترین شغل دنیا با گذشت بیش از یک روز از حادثه انفجار معدن زغال سنگ تبس همچنان شماری از کارگران زیر آوار محبوسند. تصاعد گاز متان از لایه های زغال سنگ دسترسی به کارگران را مشکل کرده و در حالی که افکار عمومی به شدت از این حادثه متأثر و خشمگین است، مسئولان رسیدگی و برخورد با متخلفان را وعده می‌دهند. در مقابل، فعالان کارگری با اشاره به حوادث مشابه و مستمر از بیعتنائی دولتی ها به جان کارگران معدن سخن می گویند و انتظار دارند این بار پاسخ روشنی دریافت کنند. ویدیوی بیقراری همسر و دختر یکی از قربانیان معدن تبس دل هر ایرانی را به درد می آورد. <applause> کاربران مجازی با انتشار عکسی از ابراهیم رئیسی در حالی که دو سال پیش به همین معدن رفته بود را منتشر کردند عکسی که نشان از عمق فاجعه مدیریتی در جمهوری اسلامی است کارگران زحمتکش شبیه بچه های مدرسه بر روی زمین نشستند و برای داشتن حداقل شرایط رفاهی با آنها حرف میزنند در حالی که رئیسی و سایر ارازل نظام ایستاده در حال نگاه به آنها هستند آقای رئیس جمهور پس از ورود به این معدن در جمع کارگران زحمتکش معدن زغاسنگ توسط ورود پیدا کردند و از نزدیک صحبت ها و مشکلات این بشه عزیز از زحمت بالا آقای وزیر سنت بکنم جلوتر آقا شما رئیس قضیه من کارگری که پیکور میزنم زیر کو زغال میاد بالا بیمه من حق حقوق من 3 میلیون و 500 رد میشه بیمه یعنی اگر واسه این کارگر نه من همین این کارگرا اگر حادثه چیزی بخواد بیفته با 3 میلیون و 500 واقعا الان با این از اینا پولی نیست اصلا قرارداد من زیر نظر پیمانکار 7 میلیون با حق اولاد حق صنوات حق ایدیه. چی میگم اینا اینه که چرا ما شرکتی نشیم کاربر دیگری با انتشار یک ویدیو از قبر رئیسی به این نکته اشاره می کند که مملکت توسط چنین موجوداتی مدیریت می شود. اینجا مزار سید ابراهیم رئیسی هستش. می که می از آقای رئیسی حاجتت رو بگیری؟ میلاد علوی روزنامهنگار میگوید در چهار ماه گذشته دوازده حادثه در معادن ایران رخ داده که در نتیجه آن مجموعاً 64 کارگر جان خود را از دست دادند. اما توجهی به آنها نشد. همانطور که توجهی به حادثه یه هشت شهریور معدن تبس تصاعد گاز متان نشد تا نوبت به فاجعه امروز رسید اینجا همه چیز گران است جز جان آدمیزاد انفجار معدن زغال سنگ تبس کشته و مصدوم شدن کارگران و تصاویری که از این واقع بیرون آمد تأثیر و خشم عمومی را در پی داشت به طوری که هشتک معدن تبس هزاران بار در شبکه های اجتماعی فراگیر شد و بسیاری از کاربران این حادثه و حوادث مشابه پیشین را نشانه ناکارآمدی دولت‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنها دو وزارتخانه سمت و کار دانستند و خواستار پاسخگویی آنان شدند. نکته قابل توجه دیگر تکرار حوادث معادن در اثر نشت گاز متان است. داده های پژوهشی وجود گاز متان در مناطق وسیعی از استان سمنان تا استان خراسان جنوبی را نشان می دهد. این گاز در تأمین سوخت CNG، سوخت موشک و ریسپرنده ها و مصارف صنعتی و پتروشیمی کاربرد دارد اما استخراج آن به سرمایه گذاری گسترده نیاز دارد و برخی کارشناسان میگویند تا زمانی که این حجم زیاد گاز متان در دشت کبیر وجود دارد فعالیت معدن زغال سنگ منطقه خطرناک است دیشب تو سیپر بودیم داشتیم کار میکنیم یه دفعه یه بینی اومد گفت فرار گاز داره قربان اینا کارگاه قربانی آتیش گرفته دیگه ما از طرف نوار دوید والا اومدیم بالا اومدیم بالا یک نغمنون و چای خوردم به ما دیدم رفقه هم نایمدن از بلو که بی از شاسته و چیز طاقت نایوردم دویدم رفتم یکی یکی های رو برانکارت گذاشتم رفتم بالاتر دیدم سه نفرشون زندن های رو دست چیز گذاشتیم و های آوردیم گذاشتیم تو واقعونا آوردم بالا با طاقت نایوردم او کارگاه صد پنج هم که رفقه ما اونجا بودم اونم هم همش اونجا گفت گاز داره تا قد رفتم رفتم بالاتر دیدم دنبال رفیقم میگشت. یه دفت دیدم یکی داره خورخور خور میکنه تو دادم یه دهنش تمیز کردم ده خوب شد حالش خوب شد قرمون چیز بود یه رفتم بالاتر رفیقام پیدا کردم ایمنی بالا بود خودتون چه هجا مریض شدید؟ من سرم اومدم بالا بس چی چیشی گاز گفته سرم درد که خیلی گردنم اینو اصلا بدنم سنگین شد افتاد و همین جای بود اینجا با, با چرا الان بهتر الان بهتر شدم خدایشه خبرگزاری کار ایران در ادامه گزارش این سوال را مطرح کرد که آیا با شرایط فعلی استخراج زغال سنگ از این مناطق پس از این تعداد حادثه منطقی است حادثه انفجار مدن تبس و نحوه عملکرد مسئولان دولتی نشان می‌دهد که جان کارگران و سرنوشت خانواده های آنان چندان اهمیتی ندارد و آنچه در اولویت قرار میگیرد اتهام زدایی و سلب مسئولیت از دولت است و در حالی که مسئولان دولتی در گفتگوهای پیاپی با رسانه های حکومتی رسیدگی به این موضوع را وعده می دهند گزارش ها, ها از آن است که خانواده قربانیان نه پاسخ روشنی می گیرند و نه تحت حمایتند. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. به یاد داشته باشید که لایک و کامنت های شماست که به ما کمک میکنه این مسیر سخت رو با موفقیت طی کنیم. کنار ما بمانید پاینده ایران.